یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. یه قصه دیگه دارم براتون، قصه مار و خارپشت، قصه ای که شاید حکایت خیلی از ما آدم ها باشه و متوجه نشیم که خودمون داریم با خودمون چی کار میکنیم. چه قصه ای؟ روزی روزگاری ماری توی جنگلی زندگی میکرد. خارپشتی در کنار مار قرار گرفت و بهش گفت میشه به من اجازه بدی یه مدت توی خونه تو بمونم؟ آخه من جا و مکان ندارم. مار از سر مهمان نوازی و از سر نجابت قبول میکنه که خارپشت باهاش توی اون خونه زندگی کنه. میرن توی لونه. لونه مار جای تنگی بوده، جا برای مار بوده، ولی باز هم مار نجابت میکنه، چیزی نمیگه، چرا که ورود خارپشت به این لونه باعث میشده که تیغها و خارهای تیز خارپشت تو بدن مار بره و مار زخمی بشه. هر بار که خارپشت وارد لونه مار میشد باعث میشد بخشی از بدن مار مجروح بشه، اما مار با خودش فکر میکرد مهمونه، چند روزی هست و میره. این قضیه انقدر تکرار شد تا بدن مار کاملا بیجون شد و مار احساس ندامت و پشیمونی از پذیرش این مهمان توی خونش کرد. با خودش فکر کرد چطور برم با این مهمان صحبت کنم که از این خونه بره بیرون. رفت و پیش خارپشت نشست و گفت بدن من رو ببین، همه جاش خونیه و آسیب دیده. حقیقت اینه که خونه من جا برای دو نفر نداره، اگر میشه تو برو. خارپشت یه نگاهی کرد و به مار گفت الان وقت گفتنه؟ اگه تو ناراحتی تو برو، من روی بودن کنار تو حساب کرده بودم. خیلی از ماها نادانسته باعث میشیم عادتها، افکار بد مهمان ذهن ما، مهمان زندگی ما بشن و زمانی متوجه میشیم که این مهمانها دارن ما رو مجروح میکنن، دارن به ما آسیب میزنن که دیگه جونی تو بدنمون نمونده. زمانی متوجه میشیم که نباید روی این عادت بد من پافشاری میکردم که دیگه توانی برای حال خوبمون نمونده. قبل از اینکه این عادتها، قبل از اینکه افکار بد بیان و کنترل تو، کنترل زندگی تو رو از دستت بگیرن، از ورودشون جلوگیری کن. یه ورود ممنوع بزن سردر ذهنت، بگو شک، سوء ظن، افکار منفی، ورودشون به ذهن من ممنوع هستش. شما متوجه نمیشید با ورود یک فکر منفی چطور مثل یه ریشه این فکر همه وجود شما رو میگیره و شما رو فلج روانی میکنه. حکایت این مار رو بارها با خودتون مرور کنید و ببینید کجا، از روی چه فکری، از روی چه باوری، از روی چه سوء ظنی یک بذری تو ذهن شما کاشته شد و زندگی شما، روح و روان شما آسیب دید. زیر این پست از تجربتون برای عزیزان بنویسید و بنویسید که چقدر به خاطر این افکار منفی و این احساسات منفی، این عادتهای منفی آسیب دیدید.